او نسلی که پیغمبر با او فخر بکنه. ما فکر نکنیم که قضیه ازدواج یک قضیه شخصی بین ما و خانم ما است. قضیه نسل امت پیغمبر و قضیه جامعه اسلامی و انسانی است که در چنین جامعه تو چه قسم افراد تقدیم میکنی؟ فاسد، مفسد، دردسر، شرابی، قمارباز، معتاد به مواد مخدر و یا اینکه یک شخص صالح و مسلم را تقدیم میکنی؟ اینجاست که به او کسی که در یک آن واحد با صدها انسان سب روابط نامشروع داره با صدها انسان صحیح شد با لباس زیر صفر لباسی که خدا به او لعنت گفته از پیغمبرم عقل خود از دست نده چرا تو خود مسلمان هستی تو خود جوان افغان هستی افغان یعنی غیرت آیا فردا غیرت تو ایجاب میکنه که خانم تو در یک آن واحد با صدها نفر روابط نامشروع داشته باشه نباید فکر خدا عقل خود از دست بده و نه تو خواهر محترم و او جوانی که امروز روزی 24 ساعت با سر و صورتش در فکر عزیز که ریش خود چگونه بسازه یا کندیکی جور بکنه که رشخن بزنه سر سنت پیغمبر یا موی خود به یک آن واحد به چندین شکل گای افریقایی جور بکنه و گای اروپایی عقل خود از دست نده چرا در آینده فرزندی که از این دو زوج به وجود میاد اگر کسی برش بگوید تو بچه فلان زنی چطور اکایی نیستی تو بچه فلان انسان فاسد و مفسد نیستی همی جوان همی جوانی که از این دو زوج به وجود چه احساس می داشته باشه اولین مرحله دوست عزیز در این پیوند مرحله خطبه و خواستگاری است خطبه و خواستگاری که در باب کتاب های فقه باب مستقل داره رسول پاک صلی الله علیه و سلم می فرماید که پیش از این خطبه و خواستگاری شناخت و معرفت که هر دو جانب هم فامیل داماد و هم فامیل دختر چهره یک دیگه خود به شکل درست بشه و این از کجا شروع میشه از خود داماد از نظر شریعت که مشکلی وجود نداره که اگر یک جوان میخواد با کسی ازدواج بکنه با در نظر داشت حجاب شرعی در حضور محارم به او دختر ببینه حضرت جابر رضی الله تعالی عنه می پیش نبی علیه الصلاه و السلام میگه میخوایم با زنی از انصار ازدواج بکنم رسول کریم صلی الله علیه و سلم برش میگه آیا تو او را دیدی؟ میگه لا یا رسول الله ندیدیم میگه قم فانظر الیها فانه احرى یقدم بینکم برو ببین چرا این دیدن و شناخت سبب دوام زندگی میشه قضیه یک روز دروز نیست قضیه سرنوشت و تمام عمر است میگه در جای پنهان شدم میخواست از سرک یا جای تیر شود در جای پت پنهان شدم میگه وقتی که دیدم پیش نبی علیه السلام آمدم گفتم یا رسول الله صلی الله علیه السلام فدایت شوم ما خود دیدم شه مطمئن شدم میخواییم با او ازدواج کنیم این ارتباط داره به چهره ظاهری که جوان میخواه با او ببینه اما به چهره باطنی ازی به اخلاق ازی به فامیل ازی چیگونه ما شناخت پیدا بکنیم اینجاست که اسلام وسیله دیگری را به کار میبره که با او اشخاصی که به امرای ازی میشناسه شناخت و معرفت داره رفت آمد فامیلی داره ما باید مشوره بکنیم زنی میه پیش نبی علیه الصلاه و السلام میگه شوهرم وفات کرد بعد از وفاتی از او سه شخص از من خواستگاری کرده و من نمیفهم کدامشه انتخاب بکنم کدامشه به دیگر ترجیح بدم آمدم با شما مشوره بکنم و مشوره با کسی که میکنی بزرگترین امانت است نبی علیه السلام میگه المستشار مؤتمن کسی که مشوره ازش گرفته میشه امانت دار است نبی علیه السلام میگه چی کسای است خواستگاری کرد میگه معاویه ابو جان اسامه بن زید و معاویه میگه معاویه که از غریب از چیزی نداره مسکین است چون روحیه عزیزان نبی علیه السلام مطالعه میکنه که نمیتونه با فقر و تنگ دستی زندگی بکنه اما ابو جهم فیض ابو جهم که از زنها را لطو کوب میکنه امو نقصی که در جانبی از اوست پیغمبر فقط امو را برش میگه مبالغه نمیکنه زیاده روی نمیکنه فتزوجی مع اسامه با امرای اسامه ازدواج بکو شخص مناسب این مشوره نبی علیه السلام است ولی امروز متاسفانه بستری مشوره دهی وجود ندارد اگر قرار باشه ما با یکی از دوستای خود مشوره بکنیم چون افغان ها یک ذره عزت طلب است خوب وقتی در خانه دختر که رفت اگر طبق چرب تر مانتشش طبق چرب تمام صفاتی را که جوان میخواید از اون صفات به مراتب بیشتر برش انتقال میده میگه واقعا یک فامیلی مناسب است که باید به امرای از یک قرابت داشته باشه
در حالی که صفاتی که جوان میخواه یکش هم وجود نداره، چون طبق چرب بانداره، هوش خوب کرده، برخورد خوب کرده. میرم میگم فقط نباید از این صرف نظر کنیم. این مشکلات است که در جامعه، در خانواده های اختلاف، بدبختی حتی منجر میشه به مفارقت و جدایی فامیلا، که در این مرحله دقت صورت نمیگیره. و یا اگر برخورد گرم نشود، برخورد خوب نشود، اگر تمام صفات خوب در خانواده باشد، دیندار باشد، وقتی که رفت میگه نه دمشکویی چندان فامیلی نبوده که با این قرابت داشته باشه، از این صرف نظر ولی دوست عزیزی امانتی بزرگ است. وقتی کسی به خاطر سرنوشت و آینده خود میخواد با تو مشوره بکنه، به اینجا خدا را در نظر بگیری، از خدا بترس. فقط امون صفاتی که پیغمبر برای از این خانم میگه، یکش یک ذره تیزکار و تندخوی است، زنا را لتو کوب میکنه، دیگهش غریب و مسکین است، چون میفهمه این زن نمیتونه با انسان مسکین زندگی کنه، نمیتونه با یک انسانی که تندخوی است زندگی بکنه. با امرای اسامه ای دوان مسلمانی که با تو میه مشوره میکنه، تو را اهل مشوره فکر میکنه، فقط امون مواصفاتی که جوان است تو میخواه امون را برش انتقال بکنه. اگر سیاسر باشه ایره روان کنی به خاطر دیدن و شناخت، اگر خودش دختر داشته باشه بازم قضیه برعکس است، چون میخه امرای خودش ازدواج بشه و امرای دختر خودش، باز هم قضیه را منفی انتقال میده. اون دوستای عزیز بعد از اینکه شناخت صورت گرفت، کدام صفات باید ما جستجو کنیم؟ این خیلی مهم. مانی کسی را که به حیث امین و مشاور خود روان میکنیم که صفات با ما انتقال بده، کدام صفات باید در نظر بگیریم؟ چه قسمی که امروز به این فکر هستیم که اول باید خوب تحصیل کرده باشه، باز برای یک خوب بیلدینگ جور کنه، باز برای یک ماشی $1,000 بگیره، باز به امرایش معامله میکنه. صحیح شد؟ شما بیاین با پیغمبر بشینیم که رسول پاک صلی الله علیه و سلم چه شروطی را در جانب دختر و چه شروطی را در جانب پسر میگذاره و عدول از این شروطی که اسلام گذاشته دروازه فساد را باز میکنه، دروازه فتنه و فحشا را باز میکنه. تنکح المرأة لأربعین، ازدواج و یا نکاح صورت میگیره با زنان به یکی از چهار صفت. یک گروه در فکری عزیز که مالدار باشه، لی مالی ها پیسه داشته باشه، مالدار باشه، خیلی شد در فکری مالش هست، در فکری دیگه چیز نیست، پیسه داشته باشه نگه صحیح شد، مشکلم حل شد، ما یک آدمی غریب و مسکین است. ولی حسبی ها یک تعداد در فکری حسب و نسبش هست، ولی جمالی ها یک تعداد در فکری جمال و حسن و زیبایی شد. لیکن این سه شرط نبی علیه صلات و سلام از برای انتخاب ذکر نمیکنه که تو این سه شرط انتخاب کو. انتخاب ها میگه مختلف میباشه، یک تعداد به خاطر مال، یک تعداد به خاطر نسب، یک تعداد به خاطر حسن جمال، اما شرط چهارم پیغمبر تاکید میکنه ولی دیده ها به خاطر دینداری. بعد چی میگه؟ هل فربیدات دین، کامیابی، پیروزی، موفقیت و رستگاری و احترام متقابل، زندگی مسالمت آمیز، زندگی که پر از عطوفت و شفقت باشه. در زن متدین تلاش بکنید، در زن دیندار تلاش بکنید. اگر این کار نکردین، تریبت یداک، دستایت به خاک آلوده باشه. چی معنا؟ سرنوشتت به خاک یکی میشه.